بارش شدید باران و جاری شدن سیلی ویرانگر که از دو هفته پیش نیمی از ایران را فرا گرفته. بارانی که برخی مسئولان میگویند رحمت است، اما برای آنهایی که دارایی و خانه هایشان را از دست دادند کابوسی است که دعا میکنند زودتر تمام شود. بحرانی بودن شرایط در بخش بزرگی از ایران انکار شدنی نیست، اما این بار همچون دوره های قبلی و در جریان سوانح طبیعی همچون زلزله اثری از کمک های بین المللی و یا حضور امدادرسانان از دیگر کشورها به چشم نمی خورد. مقام های برخی کشورها در شبکه های اجتماعی ضمن ابراز همدردی با ایران برای کمک رسانی اعلام آمادگی کردند. پیام هایی که اغلب در حد همان یک پیام باقی مانده. در این بین تنها ترکیه و آلمان کشورهایی بودند که کمک فرستادند. از رفقای بین المللی ایران هم خبری نبود. تا آنجا که سفیر روسیه تنها به یک پیام همدردی بسنده کرد و حتی پیشنهاد کمک هم ارائه نداد. مقام های جمهوری اسلامی معمولاً در بلایای طبیعی یا حوادث مرگبار از سایر کشورها و نهادهای امدادی درخواست کمک نمی کنند. موضوعی که این بار هم معاون اول رئیس جمهور ایران بر آن تاکید دارد. حتما دولت ایران دولت ضعیفی نیست. ما دولت قوی هستیم، دولت ثروتمندی هستیم. میلیاردها دلار منابع طبیعی در همین استان خداوند تبارک و تعالی به اسم نفت و گاز و منابع دیگه قرار داده. یک کشوری که این همه ثروت داره که در مقابل یه حادثه دستش بلند نمی‌کنه که بگه من مشکل دارم. این بار اما شرایط به این آسانی نیست. این تنها یک روی سکه است. روی دیگر آن تحریم‌های آمریکاست. تحریم‌هایی که نه تنها اقتصاد ایران را فلج کرده، بلکه به گفته رئیس جمعیت هلال احمر ایران سبب شده تا حساب‌های آنها مسدود شود و امکان انتقال پول از دیگر کشورها ممکن نباشد. وزیر خارجه ایران هم در حساب توییترش خطاب به دونالد ترامپ از اخلال در کمک رسانی هلال احمر ایران به مناطق آسیب دیده به دلیل تحریم‌های این کشور این گونه انتقاد کرده. این فقط جنگ اقتصادی نیست، این تروریسم اقتصادی است. موضوعی که وزیر خارجه آمریکا آن را رد کرده و میگوید مشکل سوء مدیریت رژیم ایران است. این سیل یک بار دیگر سوء مدیریت رژیم ایران در برنامه‌ریزی شهری و آمادگی در بحران‌ها را نشان داد. ایالات متحده آمریکا برای کمک و مشارکت به صلیب سرخ جهانی و هلال احمر برای انتقال پول به صورت مستقیم به هلال احمر ایران آمادگی دارد. دولت میگوید با وجود تحریم‌ها برای کمک رسانی به سیل زدگان امکانات کافی دارد و بودجه هم برای کمک به آنها در نظر گرفته. میخوام عرض کنم که دولت با همه امکاناتی که در اختیار داره، با همه تلاش در حد امکان انشاءالله جبران خواهد کرد. امکاناتی که البته کافی به نظر نمیرسد و امدادگران را بران داشته تا دست یاری به سوی مردم دراز کنند. دلیل سکوت جهانی در برابر کمک به سیل زدگان ایران هرچه هست، جای خالی کمک‌های بین‌المللی هزینه‌اش بر دوش مردمی است که چشم انتظار کمکند. ریحانه مظاهری، بی بی سی.